سلام، من در این ویدیو آوسبرلونگ پرستاری در آلمان رو معرفی میکنم. اگر شما هم دوست دارید این آوسبرلونگ را بهتر و بیشتر بشناسید، پس با من همراه باشید. به کانال من خوش آمدید. من امیر ادمیرا هستم و به طور هفتگی ویدیوهای مختلفی در مورد موضوعات مختلف از جمله معرفی آوسبرلونگ‌های مختلف در آلمان درست میکنم. اگر شما تازه وارد کانال من شدید، پس لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله کلیک کنید تا از ویدیوهای بعدی من به طور مرتب باخبر شوید. آوسبرلونگ پرستاری در زبان عامیانه در آلمان به نام کرانکنشوستر برای بانوان و کرانکنفلیگر برای آقایان یاد می شود و در زبان شغلی به نام گزونهایت اون کرانکنفلیگر یاد می شود. از ماه جوان 2020 یک رفورم یا یک اصلاح در این آوسبرلونگ به وجود آمده است، به طوری که تا قبل از جوان 2020 آوسبرلونگ پرستاری یک آوسبرلونگ بود و دو آوسبرلونگ دیگر به نام کیندر فلیگر یا آلتن فلیگر دو تا آوسبرلونگ جداگانه بودند که کیندر فلیگر میشه پرستار کودکان و آلتن فلیگر میشه پرستار سالمندان. این دو قبل از جوان 2020 هر دو آوسبرلونگ های جداگانه بودند و به خاطر از این رفرم یا اسلام در حال حاضر کسی که آوسبرلونگ پرستاری میخواهد شروع بکند در این آوسبرلونگ هم آلتن فلیگر یاد میگیرد، هم کیندر فلیگر و همی که پرستاری نرمال را یاد میگیرند و این کلن در زبان فارسی به نام پرستاری یاد میشود و نام جدید شغل پرستاری هم از جوان 2020 به بعد به نام فلیگ فخمن برای آقایان و فلیگ فخفراو برای خانم ها یاد می شود. البته شخصی که این آوسبرلونگ میکنه بستگی به اینکه در کجا این آوسبرلونگ انجام میتهد. مثلا اگر یک شخص در یک آلتنهایم، یعنی در یک خانه سالمندان این آوسبرلونگ را انجام میته، امکان ایره داره که در سال دوم تصمیم بگیره که این آوسبرلونگ به طور جنرالیستش انجام میته، یعنی سه آوسبرلونگ یاد بگیرم، و یا ای که فقط در بخش آلتن فلیگا خودم تخصصی بکنه و ای که فقط مدرک آلتن فلیگا را بگیره. البته این امکان است تا سال 2025 در نظر گرفتن این شپتسیالیزی بگن یا این تخصصی را، فرض مثال ای که به کیندر فلیگا یا ای که آلتن فلیگا، و ای که اگر شخص این کار انجام بده یک کمک محدودیت برش ایجاد میشه، چرا که امکان از این باز نداره که در دیگر کشورهای اروپایی هم به عنوان پرستار باشه، و اگر این شخص جنرالیستش آوسبرلونگ را انجام بده، یعنی که بگویه که من تا پایان از این 3 سال میخوام که این آوسبرلونگ کلی را انجام بدم و در پایان این 3 سال در امتحانات دولتی شرکت بکند، پس میشم همون فلیگ فخمن یا فلیگ فخفراو و از این طریق میتونم در همه جا کار بکنم و این یک شاید یک امنیت بیشترم برش قائل می شود. شخص آوسبرلونده باید مثل همه آوسبرلونگ های دیگر 40 ساعت فعالیت هفتگی داشته باشد و باید دروس تئوری و عملی را یاد بگیرد. در این آوسبرلونگ معمولا شخص بلوک اونترشت دارن، یعنی که شخص باید 1 ماه یا 2 ماه به بغوفسشوله بره، یعنی به مدرسه فنی بره تا درسای تئوری یاد بگیره، و 1 یا 2 ماه باید به پرکسیس برود، یعنی که سر کار برود برای یادگیری کارهای فنی. اما ساعت کاری این شغل پرستاری یکمک سخت است نسبت به آوسبرلونگ های دیگر، چرا که شخص باید هم در طول هفته کار بکند و بسته به این که در کدام سال آوسبرلونگ شخص قرار دارد، معمولا در سالهای پایانی یعنی سال دوم سوم شخص باید هم در آخر هفته کار بکند و همین که شیفت شب داشته باشه و هم که در شیفت بعد از ظهری کار بکنه. مثلا شیفت بعد از ظهری امکانش هست که از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب باشه یا از 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب. نگفته نمونه که هم کسانی که زیر سن هستن
یعنی که یک آسوبن اگر 17 سالش باشه او هم باید نخ شیشت انجام بده، یعنی که در شیفت شب کار بکنم اجازه نداره، فقط که در آخر هفته کار بکند. معمولا از خاطر که یک شخص آسوبلنده بار علمیش کم است نسبت به یک شخصی که این آسوبلنگ قبلا یاد گرفته و تجربه کاری داره، برای همین امکان است که شخص در آخر هفته کار بکند به یایی که نخ شیشت یا همون شیفت شب کار بکنه امکانش بسیار کمتر است. اما شخصی که میخواهی آسوبلنگ رو انجام بده باید در نظر داشته باشه که شاید هرچند رفتار در شیفت شب و یا در آخر هفته هم کار بکند. اما دروسی که شخص آسوبلنده در شغل یا همون آسوبلنگ پرستاری باید یاد بگیره هستند درسای بیولوژی یا همون زیست شناسی که در این درس آناتومی بدن را یاد میگیرند، وظایف ارگانهای مختلف بدن را یاد میگیرند، یا مثلا درس بیوشیمی دارن یا شیمی که در این درس یاد میگیرند تأثیرات داروهای مختلف چگونه است، یا فرمثال یک دارو چگونه اثر میکند و اینکه مثلا چگونه ترکیبات دارویی باید انجام شود. دروس دیگر هستند ماتماتیک که شخص یاد میگیره که چگونه فرض مثال دوزیز یا یک مقدار دارو را باید برای یک بیمار حساب بکند. این یک مثال بود، چیزهای دیگر هم باید در ریاضی یاد بگیرد، اما هدف از اینکه یک شخص در شغل پرستاری ریاضی یاد بگیرد محاسبات داروها یا مدیکاسیون است. دروس دیگر هستند فرض مثال زبان آلمانی که شخص یاد میگیرد که فخ بگریف یا این که همون مفهوم های فنی را که به زبان لاتین هستند باید به زبان آلمانی یاد بگیرد، دیالوگ ها و یا کمونیکاسیون های دفتری و اداری که مربوط به کارهای اداری بیمارستانی می شود را هم شخص باید از نظر زبان آلمانی و زبان اداری باید یاد بگیرد و از این خاطر درس زبان آلمانی دویچ بسیار واجب است. دروس دیگر هستن مانند شپورت ورزش و اینکه یادگیری یک زبان خارجی مانند زبان انگلیسی. و اما درس دیگری را هم که شخص آسوبلنده من حیث فلیگ فخ من باید یاد بگیرد است درس ابرشنون. افاسی ابرشنون یعنی حسابداری و این درس را هم شخص باید یاد بگیرد. در مورد این درس حسابداری در ویدیو قبلی من که لینکش در این قسمت بالا میبینید توضیح دادم، اونجا میتونید ببینید که درس ابرشنونگ کامل چی است، براتون مثال هم زدیم. اینها بودن درس هایی که شخص باید در آسوبلنگ پرستاری یاد بگیرد. و اما مدرک تحصیلی که برای شروع این آسوبلنگ لازم است، شخص باید حداقل MSA یا مطلق شول غیفه داشته باشه، یعنی مدرک کلاس دهم آلمان، و اگر بیشتر هم داشته باشه که چه بهتر، اگر شخص با دیپلم هم این آسوبلنگ رو انجام بدهد امکانش هست، ولی حداقلش هست داشتن مدرک صنف ده آلمان. یک راه دیگر هم هست که اگر شخص مثلا مدرک کلاس نهم آلمان را دارد اما باید یک آسوبلنگ حداقل دو ساله را با موفقیت به پایان رسانده باشد، و اگر این شخص این شرایط را دارد که یک آسوبلنگ دو ساله را به موفقیت به پایان رسانده باشد، به اضافه همون مدرک صنف نهش این شخص هم میتواند شروع بکند به یادگیری آسوبلنگ پرستاری. نگفته نماند برای افراد خارجی مدرک صنف 10 یا دیپلم واجب است، و اما آنها باید همچنان سند بیتس وای داشته باشند، یعنی که یک سرتیفیکات باید داشته باشند که در او سرتیفیکات نشان داده میشه که توانایی زبان آلمانی شخص بیتس وای است. این آسوبلنگ که 3 سال طول میکشد و اگر شخص با مدرک دیپلم این آسوبلنگ را شروع بکند امکان از این را دارد که این آسوبلنگ را در ابتدا 6 ماه کوتاه‌تر بکند، و اینکه باید شخص این انتخاب یا این درخواست را
در ابتدای اوسبیلو هنگامی که میخواد قرارداد نوشته بکند با صاحب کار صحبت بکند و این درخواست را بدهد. و اما اگر شخص مدرک صنف 10 را دارد و شروع به انجام اوسبیلو میکند و میخواهد که اوسبیلو را کوتاه‌تر بکند، میتواند اوسبیلو را 6 ماه از پایان این اوسبیلو کوتاه‌تر بکند به شرط از اینکه نمرات خوب و عالی داشته باشد. شرایط برای کوتاه کردن اوسبیلو از پایان اوسبیلو در ایالت‌های گوناگون متفاوت است. مثلا یکی میگه که باید معادل اوسبیلونگت 1.8 باشه تا اینکه بتونی 6 ماه کمتر بکنیم. ممکن است که در ایالت دیگر متفاوت باشه. اما شخصی که میخواهد اوسبیلونگ پرستاری را انجام بدهد باید وظایف متفاوت و گوناگونی را یاد بگیرد، خصوصا الان که این اوسبیلونگ را بزرگتر و گستره ترش کردند. من چند تا از این وظایف را برایتان نام میبرم. یکی از این وظایف است پاسینتن بتروین اوند فلیگن، یعنی مراقبت از بیماران و کمک کردن به بیماران، مثلا کمک کردن در تمام کارهای روزانه ای که یک بیمار همراهی بکنی، یا بیماران سالمند را با استحمام روزانه، با غذا خوردن آدم مثلا باید شخص کمک بکند، و یا اینکه یک شخص برای مدت طولانی باید در تخت باشد. این واجب است که از خاطر که ترومبوز یا اینکه لخته شدن خون به وجود نیاید، شخص باید در زمانهای متفاوت حالت قرارگیری بیمار را عوض بکند. یک وظیفه دیگر است مدیسینیشه بهندلونگ اوند دورشفورونگ. طبقه که در یک ویدیو دیگه هم گفتم، شخص پرستار باید دکتر را در هنگام درمان دستیاری بکند، یعنی اینکه اینسترومنت ها یا وسایل مورد نیاز را به دستش بدهد. همون اتاق عمل را باید فوربرایتن و نخبرایتن بکند، یعنی باید آماده سازی بکند، و بعد از این هم که عمل یا او درمان به پایان رسید، شخص باید اتاق را تمیز بکند، استریل بکند و امثال اینها. وظیفه دیگر است پاسینتن اکتن فوالتن، یعنی که شخص باید در پرونده مریض وضعیت عمومی مریض را نوشته بکند، پروسه درمان و پروسه دادن دارو را باید دکومنتی یا سندسازی بکند، و هر اتفاقی که در وضعیت روحی و جسمی بیمار انجام می شود را باید همه را سندسازی بکند و در پرونده بیمار وارد بکند. وظیفه دیگه است ارگانیزاسیون اوند فوالتون، یعنی که شخص باید کارهای حسابداری بکند، باید یک صورت از داروهایی که وجود دارد بگیرد و این که سعی بکند که چه چیزی کم است که آنها را سفارش بدهد که بیاید، و این که در مقدار داروها و وسایل مورد نیاز باید یک مدیریت داشته باشد، و کارهای مدیریت دیگر که مربوط به همون بخش می شود که شخص در اون کار می کند. اوسبیلونگ پرستاری مربوط به اوسبیلونگ هایی می شود که مقدار گهلت یا مقدار حقوقش نسبتاً بالاست، به طوری که شخص در سال اول 1100 یورو درآمد دارد، در سال دوم 1150 یورو و در سال سوم اوسبیلو 1250 یورو درآمد خواهد داشت. شخصی که میخواهد این اوسبیلونگ را انجام بده میتواند در همه بیمارستان ها، در همه کلینیک ها، در خانه سالمندان و همه مراکز بهداشتی و مراقبتی اوسبیلونگ خود را انجام بدهند. خب دوستان عزیز، من امیدوار هستم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشد، و اینکه خود من شخصا در یک بیمارستان تقریبا 4 هفته یک پرکتیکوم یا یک کارآموزی انجام دادم و این شغل خودم شخصا تجربه کردیم. اگر شخص میخواهد اوسبیلونگ پرستاری را انجام بده، باید یک شخص باشه که بتواند در یک تیم کار بکند، شخص باشه که بسیار صبر و تحمل بالایی داشته باشد، شخصی باشه که حتی اگر
یک بازه زمانی بسیار استرس است. در محل کار مثلا باز هم رفتار دوستانه و مؤدبانه داشته باشد و یک شخص باید توانایی جسمی و روحی بالایی داشته باشد. بیشتر از هم توانایی روحی بالایی باید داشته باشد، چرا که شخص با مریض های زیادی سر و کار دارد و امکان از این است که در طول از این مدت بعضی از مریض ها بمیرند و ای که از نظر روحی ای کمک سخت است و اینکه شخص باید رفتار اجتماعی بالایی داشته باشد، چرا که شخص فرض مثال اگر در اشتاتسیون یا در ایسکای پزشکی کار میکنه اونجا افراد زیادی هستند که شخص باید 24 ساعته همراه از اینا صحبت بکند، گپ بزند، گفتار بکند، همراه مریضا صحبت بکند و اینکه امو رفتار اجتماعی باید بسیار بالایی داشته باشد. اما در کل این اوسپیدون که یک اوسپیدون که خوب و بسیار آینده دار است. در پایان از این اوسپیدون هم شخص نسبتاً حقوق خوبی دریافت میکند و این که شخص اگر دوست دارد که به مردم کمک بکند، به هم‌نوعان خود کمک بکند، این یک اوسپیدون بسیار خوب است. و اگر اشخاصی هم هستند که میخواین فرض مثال دکتر شوند و ای که میخوایم یک اوبابلیک یک چشمنداز نسبت به شغل دکتری و اینها بدست بیاورن، اونا میتوانن این آسپیرین رو بکنن و در پایان آسپیرین بستگی به اینکه شرایطش داشته باشند و شرایطش باشن میتوانند که پزشکی درس بخوانند. دوستان عزیز، تشکر از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و اگر سوالاتی دارید میتونید در قسمت کامنتار نوشته بکنید. من سعی میکنم که به سوالات شما پاسخ بدم. باز هم تشکر. مراقب خودتان باشین. خداحافظ.